حق کار در اومد و معلم ریاضیمون تو دفتر به آقای مدیر گفت حساب مجید پاک خرابه به مادرش خبر بدین که اگه رد شد گله نکنه خبر به گوش بیبی بی رسید آب پاکی و ریختن رو دستش که اگه مجید فکری به حال ریاضیش نکنه و همین جوری پیش بره امسال بی برو برگرد افتاده بعد جوری هم افتاده خدا بیا مرز اومد خونه نشست پشت قلیونش هی hey, پک به قلیون زد و هی hey, ناله و نفرین کرد چقدر من بیچاره رو میچزونی خدا از سر تقصیراتت نمیگذره هر چی خواستی برات رو به راه کردم که درس بخونی و آدم بشی نشدی که نشدی هر چی نصیحت میکنم انگار با این دیوار حرف میزنم عین خیالت نیست یه روز قدر منو رو میدونی که دیگه به این دنیا نباشم اون وقت افسوس میخوری و پشت دستتو گاز میگیری اما بی است هیچ کس نیست که بگه خرت بچند اگه امسال رد بشیم من میدونم تو دیگه نباید پا توی این خونه بذاری دیگه نمیخوام نگام تو صورتت بیفته چرا باید من پیرزن بدبخت رو بکشونن تو مدرسه جلوی اون همه آدم لندترانی بارم کنن مگه تو چه چیزی از بچه دیگه کم داری عوض خوندن این کتابای کوفتی بشین حساب تو درست کن بیبی بی اگه کسی پیدا بشه و یه خورده کمکم کنه ریاضیم خوب میشه این بود که افتادم به پیدا کردن استاد ریاضی پرس و جو کردیم و خلاصه پیداش کردیم آدم خوبی بود با اینکه پیر بود و بد و اما کلش خوب کار میکرد و اهل حساب بود و اسکناس رو خوب میشناخت بیبی بی به قول خودش از گلوی من و سر و لباسمون زد و از نظر مادی در حقش کوتاهی نکرد وقتی میومد که بن درس بده بیبی دم به دم براش چای و میوه و شربت میورد که گلوش تازه شه و بتونه با من سر و کله بزنه هی hey, ازش میپرسید آسد یحیی به نظر شما امسال قبول میشه یا نه انشالله ما زحمت خودمونو می میکشیم بیبی بی بقیه‌شو دیگه خودش باید تمت کنه شما فکر میکنین این چی بی داره که حساب تو کلش نمیره سر به هواس بیبی سر به هوا آسد یا تعلیمی کلوفت و گره ای داشت که هر وقت سر به هوا می شدم می برد بالا و قایم می آورد رو دستا و زانوها و حتی پس گردنمو. این شعر قدیمی ملا مکتبی ها و معلم های سخگی رو با آهنگی کشدار و تو دماغی می خوند. تا نباشد چوب تر فرمان نبرد گاو و خر راستش خجالت میکشیدم که جلوی بیبی بی ترتیب دست و پا و پس گردنمو میده رو همین حساب چند بار یواشکی پیشش التماس کردم که آقا اگه میبینین که بدون کتککاری پیش نمیره حرفی نیست بزنین ساب اختیارین اما جلوی بیبی دست نگه دارین این حرفا به خرج آقا نمیرفت بی, بی هم موقع کلنجار رفتن استاد با من از جاش جم نمیخورد همینجور میشست گوشه اتاق زیر چشمی میرفت تو کوکم که ببینه چقدر پیشرفت میکنم از چشماش معلوم میشد که وقتی آقا تعلیمی رو نظرم میکنه ناراحت میشه اما از اونجایی که حتم داشت این ضربه های استادانه برای آیندم بسیار مفیده به روی خودش نمی آورد و بعد از هر کتک کاری یک استکان چای پرمایه میذاشت جلوی استاد تا خستگی در کنه استاد از روی ساعت جیبی درست یک ساعت و ده دقیقه درس میداد و پا میشد و میرفت به کار و زندگیش بیبی بی زمن بدرقه فل مجلس دو تومن نقد میگذاش کف دستش آقا ده دقیقه اضافه رو تخفیف میداد و به حساب خورد و خوراک و تفریح میگذاشت که نونش حلال باشه روی هم رفته اگر گایی بدقولی نمیکرد و یک روز ما رو چشم انتظار نمیگذاشت آدم نازنینی بود خب کوکب خانوم خیلی سفارش ما رو بش کرده بود قوم و خیش کوکب خانوم همسایمون بود باری ناله و نفرین ها و عجز و التماس بیبی بی و همچنین زحمات سفت و سخت آسد یحیا کار خودشو کرد سیزده روز تعطیلی نوروز رو خونه نشین شدم نشستم کنج خونه از همه کس و همه چیز حتی کتاب و سینما و قصه و شعر دل کندم و زانو زدم و حسابی چسبیدم به ریاضی ریاضی پدر در بیار چشم و چارم کور شد تا تونستم یه خورده حساب بکنم تو کلم و برای امتحانی که قرار بود بعد از عید بدهیم آماده شم روز امتحان کذایی دلم قرص بود که وزم رو براه سالها رو که دادن نگاهشون کردم دیدم بله همه شونو فوته نیشم تا بناگوش باز شد و از ته دل زخ کردم رفتم تو بهر حل کردن مسئله ها معلم که از سابقه ناجور من در کار ریاضیات اطلاعات وسیعی داشت و پاک ناامید بود هی می اومد بالا سرم و رو دستم و نگاه می کرد. وقتی میدید که دارم عین فرفره مسئله ها رو حل می کنم و جواب ها رو مثل آب خوردن در میارم سرتکون میداد و لبخند ملیحی میزد و می رفت به کارش القصه مثل تیر ورقم و پر کردم و دادم دست معلم شنگول و سر کیف فریدم رو چرخ بال در آوردم و تا خونه رکاب زدم زیر لب آواز خوندم و مثل برق خبر گل کاشتنم و به بیبی رسوندم خدا بیامرس که دید رو سفید از کار در اومدم گل از گلش شکفت و یه خورده از قاووتای خوشمزه رو که به فلک نمیداد و همیشه خدا تی یختون زیر رختاش قایمشون میکرد ریختون البکیو داد بهم تا کلم بیشتر قوت بگیره و بازم از این جور شیرین کاری ها بکنن. رو که دادن چارده گرفته بودم خبر گرفتن چارده از ریاضی اونم توسط مجید مثل توپ تو مدرسه ترکید انگار همین دیروز بود وقتی چشمم به اون چارده خوشگل جلوی اسمم افتاد از زور خوشحالی گریم گرفت و کم کم حالم به هم خورد و قش کردم که بچه ها کشون کشون بردنم پای شیر آب مشی آب به صورتم زدن تا به هوش اومدم به هوش که اومدم تازه به این سرافت افتادم که چرا بهم چارده دادن من که همه مسئله ها رو حل کرده بودم میخواستم برم پیش معلممونو ازش گله کنم اما از خیرش گذشتم پیش خودم فکر کردم که لابد اشتباهی کردم و اگه زیاد پاپه معلم بشم سر لچ میفته و خلاصه کار خراب میشه همون چارده از سرم هم زیاد بود از شما چه پنهون؟ همه برابچه ها نمره هاشون خوب بود الا محسنی و سه تایی دیگه محسنی پسر خواهر آقای مدیر بود و زیاد اهل درس و مشق نبود آب میخوردیم میرفت به میگفت و باباشو میآورد تو مدرسه وقتی شستش خبردار شد که پنج گرفته زد زیر گریه و رفت بیش دایش تو دفتر داشتم با یکی از بچه ها درباره نمره و امتحان حرف میزدم که محسنی اومد اخما تو هم آقای مدیر کارت دارن چی کارم داره آقای مدیر؟ نمیدونم حتم داشتم که قضیه امتحان و نمره است و ازم روبرا بود ترس و واهمه ای نداشتم مثل شیر رفتم تو دفتر سلام کردم آقا لبخند محبت ها عینکش رو اینکشو برداشت و بالای دماغشو خارون مجید شنیدم چارده گرفتی بله آقا به سلامتی شما انشالله که همین چارده بمونه و ازش چیزی کم نشه ما بیشتر توقع داشتیم آقا بیشتر توقع داشتی؟ داشتیم ولی حالا نداریم به همین چارده هم راضی هستیم طمع زیادی هم نداریم بالاخره تو تاریخ زندگیمون از ریاضی چارده آوردیم آقای مدیر همون جور که سرش پایین بود و چیزی می نوش گفت فردا صبح اون دفتر قدیمی تو که توش نمرای بد داشتی بیار میخوام سر صف دربارت صحبت کنم قند تو دلم آب شد به بلبل بل زبونی افتادم و دستمال دستم گرفتم و گفتم بالاخره آدمیزاد باید تشویق بشه خدا رو شکر که با زحمات شما و معلمین دلسوز و فداکار رو زد تو زغم حرفم برید حالا برو تا فردا صبح سر صف ببینمت باری خوشی و خوشحالی آن شب هیچ وقت خدا یادم نمیره بیبی بی که اصلا روپاش بند نبود هی میگفت دیدی مجید وقتی به مدرسه و مشق دل بدی چه نمراتی میاری آدم تا زحمت نکشه به جایی نمیرسه شامو که زدیم کیسه گردو و یه خورده نبات تبرک ورداشیم و رفتیم سراغ آسد یحیا بیبی بی, بی داستان گرفتن نمره چارده رو این اینکه آقای مدیر میخواد سر صف تشویقم کنه با آب و تاب براش تعریف کرد کلی هم ازش ممنون و متشکر شد که زحمت کشیده و باعث و بانی نمره عالی شده اونم کوتاهی نکرد و بادی به قبقب انداخت که بله بله درس دادن کار هر کسی نیست سی سال پای تخته گچ خوردم و درس دادم بیشتر معلمای امروزی شاگرد من بودن نگاه به عالم نکنین که پیرو از کار افتاده شدم هنوزم هر کسی یه جلسه پای درسم بشینه انگار که ده سال رفته سر کلاس و آقا انگار فنر زبونش در رفته بود یه بند حرف میزد و از گذشت ها میگفت و از خودش تعریف میکرد که بیبی بی دید آخر شب او باید تنها تو کوچه های خلوت و تاریک را بیفتیم از این سر شهر بریم اون سر شهر تا به خونه برسیم این بود که وقتی آقا داشت چایی میخورد و قند گوشه لپش بود گفت با اجازه شما مرخص میشیم اگه زحمتتون نیست فردا صبح اول وقت میایم تو مدرسه مجید تا وقتی تشویقش میکنن شما هم باشین و نتیجه زحماتتون رو ببینین اگه فرصتی کنم چشم خیلی هم خوشحال میشم خدافزی کردیم و راه افتادیم آخر شب وقتی بیبی بی خواب بود نشستم جلوی لامپا و شعر زیبایی گفتم که سر صف موقع تشویق بخونم روز بعد کله سهر دست و صورتم خوب با صابون شستم بیبی بی هم با کیسه همون افتاد به جون گل و گردنم بعد لباسای پلوخوریمو و پوشیدم بی, بی هم چادر چاخچور کرد و گالشای نو رو که فقط توی عروسی ها پاش کرد رفتیم سراغ کوکب خانوم. سغرا زن سرکار اسدی هم خبر کرد دست جمعی رفتیم پیش خواهرم که اونم بیاد و از نزدیک ببینه برادرش چه گلی کاشته میخواستیم شوهر خواهرم آمیز کمالم بیاریم که نیومد تمنا دارم بنده را عفت بفرمایین بنده گرفتارم همین که هم شیرش میاد کافیس دفتری که نمرهاش باعث آب ریزی بود زده بودم زیر بغلم و لای دفتر صفحه کاغذی بود که شعرم و روش پاک نویس کرده بودم جلو جلو میرفتم و بیبی بی و کوکب خانم و زن سرکار اسدی و خواهرم بچه به بغل پشت سر می بیبی بی خدا خدا میکرد که آسد یحیان بیاد از بس این دست و اون دست کردیم و پی این و اون رفتیم دیر شد و وقتی پامون به مدرسه رسید که زنگ خورده بود و بچه ها رو به صف کرده بودن دویدم و رفتم تو صف کلاسمون ایستادم پشت سرم و نگاه کردم دیدم بیبی بی و همراهانش گوشه مدرسه زیر درخت عقاقی ها ایستادن بچه خواهرم نق میزد و خواهرم هرس میخورد مشرزا فراش مدرسه هم کنارشون ایستاده و داره با بیبی بی, بی سلامتی میکنه به بیبی بی گفته بودم تا منو بردن بالا روی پلا شما هم بیاین جلو اونقدری طول نکشید که آقای مدیر و معلم ریاضی و بابای محسنی و چند تا از معلم ها از دفتر اومدن بیرون سر پله ها ایستادن و زل زدن به بچه ها نازم ترکب دست میون صفا قدم میزد آقای مدیر اشاره کرد که مجید بیا اینجا لبخند شیرینی ای زدم و از صف اومدم بیرون رفتم بالا کنار آقای مدیر سیخ وایستدم سرم انداختم پایین و از زیر چشم نگاهی به بچه ها انداختم و بعد سرم و بالا گرفتم و بیبی بی و همراهانش رو نگاه کردم آسد یحیام اومده بود اوزا رو به راه بود آقای مدیر به محسنی اشاره کرد که بیا اینجا محسنی که رنگش عین گچ سفید شده بود و مثل جوجه سرم خورده میلرزید اومد بالا کنارم ایستاد تو این هیروویر یهو چشم آقای مدیر افتاد به آسد یحیا شناختش صداشو بلند کرد آقای صفتری چرا اونجا وایستدین تشریف میارین اینجا نه مزاحم نمیشم همینجا خوبه آقای مدیر دفترم و ازم گرفت و ورق زد و نمره رو نگاه کرد صرفه ای زد و گفت بچا یه نکته است که باید امروز اینجا گفته بشه تا همه بدونید که هیچ معلمی با هیچ شاگردی بد نیست اگه شاگردی نمره بد میاره تقصیر خودشه بارها دیده شده که وقتی شاگردی از درسی نمره خوب نمیگیره و تجدید یا رد میشه میره تو خونش میگه معلم با ما بد بود و به ما نمره نداد یکی از این شاگردها که با منم نسبتی داره این محسنیه که الان عبویش هم اینجاست این شاگرد از ریاضی پنج آورده و ادعا میکنه که سالها مشکل بوده و معلم هم با اون لج بوده برای اینکه این موضوع اینجا ثابت بشه که نه سالها مشکل بوده و نه معلم با کسی بد بوده یکی از کودنترین و تنبلترین شاگرده مدرسه که از اول عمرش نمره ریاضیش از پنج و شیش بالاتر نبوده و هر سال از تکماته و ارفاق استفاده کرده اووردیم اینجا بله مجید باغبانی لابد همه میشناسینش از ریاضی اوورده چارده که واقعا تعجبه بچه ها زدن زیر خنده نازم توپید بهشون ساکت آقای مدیر دنباله حرفش گرفت البته تعجبی نداره معلوم میشه که سالها بسیار ساده بودن و معلم ریاضی که اتفاقا زیادم ازش دل خوشی نداشته وقتی دیده که به بیشتر سالها جواب درست داده یه نمره چارده گذاشته روی ورقش ایشون که با کسی پدر کشتگی ندارن بعد بنا کرد به ورق زدن دفتر من و خوندن نمره ها چهار دو سفر پنج بازم چار بازم صفر، بازم نه این یکی رو شاهکار کرده گرفته هفت صدای خنده بچه ها از گوشه و کنار صف اومد آقای مدیر رو کرد به پدر محسنی ملاحظه فرمودید که شاگرد از این گافتر و خنگتر نداریم ولی حالا گرفته چارده و پسر شما گرفته پنج در صورتی که از نظر هوش و ذکاوت خیلی از این بالاتره شر و شر عرق میریختم از زیر چشم بیبی بی و همراهانش رو نگاه کردم آسد یحیا داشت تند و تند عصا میزد و از در مدرسه میرفت بیرون بیبی بی هم چادرش و کشیده بود و صورتش و یواش یواش چین میشد و خواهرم و سایرینم به دنبالش آقای مدیر رو کرد به من حواست کجاست؟ هیچ آقا برو تو صف خیال نکن همیشه امتحان به همین سادگی هست باید درس بخونی جانم صدام رو که بیخ حلقم گیر کرده بود به زور بالا آوردم ما فکر میکردیم که شما میخوایم ما رو تشویق کنین نمره چارده تشویق داره برو تو صف و دفترم و داد دستم صدای کر و کر خنده بچه ها می اومد. دیدم بد جوری خید شدم داشتم از خجالت آب می شدم و میرفتم تو زمین دل زدم به دریا و گفتم آقا ما یه شعر در وصف امروز گفتیم که وقتی ما رو تشویق می کنین بخونم اجازه بدین رو بخونیم یه خورده دلمون خونک بشه نه nah, اینجا مدرسه است انجمن ادبی که نیست صدای نازم اومد مجید بیا پایین در مدرسه رو نگاه کردم آسد یحیی رفته بود اما بیبی بی و همراهان همینجور بغل در وایستاده بودن و منو نگاه میکردن آقای مدیر نگاهش رو همراه نگاه من برد تا دم مدرسه زنها رو دید اونا کیان بیبی و خواهرم و همسایهان اومدن ببینن که شما چجوری ما رو تشویق میکنین پس تماشاچی چی هم دعوت کردی؟ بله آقا حالا اجازه بدین لاقل شعرمونو بخونیم و بچه ها برامون دست بزنن تا آبرومون جلوی بیبین نره معلم ادبیات کناری وایستاده بود و تصویرش رو توی دستش میچرخوند اومد جلو بزن این شعرش رو بخونه تا دلش خوش باشه ادبیاتش بد نیست آی مدیر که خودش هم اهل ذوق بود و گهگداری شعر سر هم میکرد و برای معلم ها میخوند ذوقش گل کرد و نرم شد خیلی خوب بخون ببینم چی گفتی توم بخون که وقت کلاسان رو نگیری خوشحال شدم و زیر لب گفتم خوب شد که خودمون وسیله تشویقمون رو با خودمون آوردیم زود باش بخون چرا منو من میکنی با دست اشاره کردم به بیبی بی و همراهانش که بیان جلو شعر رو از لای دفترم در وردم و با صدای عالی خوندم مجیدی و زرنگی و خوشالهان که با خود بسته صد عهد و پیمان ریاضی را بخانی و بخانی تا توانی تمام عمر حتی در جوانی تو در هر کار باشی عالم در چه راهی می کنی در کام خود زر ریاضی را تو الحق خوب دانی ولی بختت نجنبت هر زمانی خدا داند چه شبها تا دم صبح ریاضی خواندی و پلکت نشد جفت عصای او استاد بر گردن و پا بخورد اما نرنجیدی سر کاه عنایت کرد بیبی بی پول و شربت به استاد عزیز و پیر و گاهی هم مرتب خلاصه دوستان زحمت کشیدند به مهر و قهر خود هر دم فزودند گرفتی چارده خواهی نخواهی که شاهد هست بر تو مرغ و ماهی چنان خوشحال گشتی در چنین حال مثال تا شاگرد فعال کنون ای دانش آموزان لاغر بگیرید پند از این کوچک برادر ز درس و مسئله غافل مباشید به چشم خواب خود آبی بپاشید که تا در امتحان و پای تخته نگویید زیر لب ای وای چه سخته <applause> خدا پدر بچه ها رو بیامرزه شعر که تموم شد بی اجازه افتادن به کف زدن کیف کردم صورت بیبی بی رو از دور میدیدم. عین این گل شکفته بود قد و, و نگاه میکرد و انگار خدا دنیا رو بهش داده بود بچه خواهرم هم کف میزد با دستای کوچولوش آقای مدیر لبخندی زد و رو کرد به بابای محسنی ملاحظه فرمودین دیدین عوض درس خوندن چه چرت و پرتایی سر هم میکنه معلوم نیست که آخر عاقبتش چی بشه از پله ها اومدم پایین از میون بچه ها رد شدم پریدم رفتم دم مدرسه پیش بیبی بیبی بی داشت بام حرف میزد که صدای نازم اومد مجید با دوباره سر کلاس چشم آقا رفتم